این داستان تصوف در ایران یک مکتب بسیار بزرگ فکری بوده، در واقع مذهب عشق بوده. به تکرار خدمت شما عرض کردم بعد از اسلام عزیز از فرط خشکی و جمود این دین و هولناک بودن دستورات و وحشتناک بودن این الله و عرض کنم و اصحابش و نمایندگانش، این مردم به کتن فکری باز کرد. آقا با این که نمیشه زندگی کرد، اینها زدن به در واقع به مکاتب مختلف، مهمترین مکتبی که هنوز برجاست اما به صورت یک چمدان خالی است در واقع امروز، مکتب تصوف است، مکتب عشق است. عرض میکنم که و این اوجش در قرن چهارم بوده. آدمای بزرگی عرض کنم مثل ابو سعید ابوالخیر و بایزید و دیگران، اینها اوج کار هستند. دو مکتب داریم، یکی مکتب خراسان هست و دیگر مکتب بغداد. مکتب بغداد بیشتر محافظه‌کارترند چون در حوزه حکومت اسلامی هستند و اینها عرض کنم که اصحاب صحب هستند. خراسانیان اصحاب سکر هستند. سکر به معنای مستی، داستانش بلنده. اما وقتی به روزگار حافظ رسیده دیگه کار حقوقی شده و کلاهبرداری. این داستان صومعه و تشکیلات خانقاه متاسفانه خراب شده بوده. به رقابت اینا خانقاه ها برمی افراشتن و پول ها از مردم می گرفتن. متاسفانه امروز هم همینه. یکی از کارهای زشت این خانقاه ها در واقع میراث بردن پسر از پدر هست. در روزگار قدیم اینطور نبود، اصلا چنین چیزی نبود در تاریخ تصوف. آقا یکی پیدا میشد بدون تبلیغ و اون وضعیت اون روزگار که اخبار خیلی دیر پراکنده میشد و کامیونیکیشنی نبود، راه ها سخت بود، اما این شخصیت بزرگ مثل ابو سعید یا بایزید بسطامی، اینها طوری میشد که اینا سیت شهرت اینها به بزرگواری و زهد و عرض کنم که کرامت و اینها به جاهای دیگر میرسید. رفته رفته این میشد قطب و پیشوای یک قومی. وقتی هم فوت میشد فوت میشد، دیگه نمیگم من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق، او را به خدا و به خداوند سپردم. این داستان در که امروز رایج هست در ایران برای نگهداشت پولهای دزدی است که از دیگران گرفتن. متوجه داستان باشید هموطن، هستن در این لس آنجلس هم هستن، عرض کنم سفید پوشان و غیره و اینها، که این پدره جیب مردم رو خالی کرده و حالا از صورت که میخواد بمیره شاهنشاهی رو میره پسرش. در واقع یه نوع پادشاهی دارن اینا، روی دلهای پاک مردم دیوارهای گلین گذاشتن و سوء استفاده ها میکنن. عرض کردم وقتی که حالا شاید آدم های خوبم پیدا بشه که حتما پیدا میشه، اما به محض یک کسی با خانمش وارد یه خانقاه میشه، اون عنکبوت اون تر نشسته نگاه میکنه ببینید زن زیبا داره. به کرات و مرات برای من گفتن، پرونده ها پیش من آوردن از این داستان. اگه زن زیبا داره که شیخ سعی میکنه که این خانم را چنگی در، اگه ثروتی داره جیبش میبره، ولی ببینید مرد فقیری است فردا به آجرکشی و درخت اندازی و سیمانکاری و نمیدونم بیل زدن میکشه، مجانی کار میکشه و با طیب خاطر این کار انجام میدن بیچاره ها. آخر کارم که میفهمن داستان دروغ بوده دیگه، زمان گذشته بود دیگه، دیر شده. اما به هر صورت در این سلسله ها هم هنوز آدم هایی که پاک و پاکیزه هستن و اون سنت رو نگه داشتن تک و توکی پیدا میشه، نه اینکه یک سر اینطور باشه. اما اصحاب خانقاه صاحبانشون معمولا از اینو آدم هاییست که من خدمت شما عرض کردم، چون من میشناسم و عرض کردم داستان هاشون رو شنیدم و دیدم و اینها. این است که یاد ما نرود که داستان چگونه است. در واقع این مکتب و این خانقاه در مقابل مسجد علم شد و این پیران خانقاه و اولیا در مقابل انبیا و کرامات اینها در برابر معجزات. اینها یک مکتب در موازی رقیب ساختن برای دین و دین رو پست می شمارن. شما نگاه کنید مولانا جلال الدین
عطار دیگران بیزاری میجویند از این دین، خشک مغزی میدانند این کار رو، تازه پایان دین رو ابتدای تصوف میشناختند و این دین رو به مثابه عرض کنم که چگونه لغتش رو به فارسی عرض کنم، کسی که واسطه میشه و دلبری رو معرفی میکند، میگوید بعضی که این دلبر رو آورد اون رو دیگه مرخص میکنین، این رو نمیاری بشونید اون بالا احترام کنید. بنابراین به دین ارزشی نمیگذارند، به این دین رسمی و سنتی و مکتبی هیچ گونه ارزشی این بزرگان متصوفین قائل نبودن. از اشعارشون پیداست، از سخنانشون پیداست، هیچ کدام اظهار دین نکرده که من شافعیم و افتخار میکنم یا من شیعه ام و افتخار میکنم، اینا نه نبوده، اصلا چنین چیزی نبوده. این است که حواسمون باشه. در روزگار حافظ این کار دیگه خراب شده بوده. سعدی هم به اینها تاخته، میفرماید کسی پرسید از کار صوفیان، گفتم اینان در قدیم مردمانی بودند، به ظاهر پراکنده و در باطن جمع. حالی مردمانی هستند، به ظاهر جمع و در معنی پریشان. خیلی احوالشون رو خوب تحلیل کرده این استاد بزرگ ما.